اختار و جمعوری کارت هویت تعداد از کارمندان یکی از ادارات دولتی به دلیل اصلاح ریش آیا در اسلام اصلاح ریش جرم است؟ البته در اسلام طالبانی بله در اسلام طالبانی حتی آموزش و یادگیری هم جرم است مخاطبان گرامی سلام و درود بر شما امروز چهارشنبه هفته همه جوزای 1402 خورشیدی و هفته جون 2023 میلادی است گروه طالبان از زمان تسلطشان بر افغانستان نه تنها در مورد پوشش و نوع لباس خانم ها بلکه در مورد ظاهر و صورت و لباس مردان نیز قیدات را وضع کردند در تازه ترین مورد منابعی به سنترال افغانستان میگویند که افراد طالبان از آدرس ریاست دعوت و در ریاست بریشنا یا شرکت برق افغانستان کارت های هویت شماری از کارمندان را به اتهام بیتوجهی به دستورات این ریاست و اصلاح ریش از سوی ها ضبط کردند این منبع بدون ذکر نام و مشخصاتش میگوید نزدیکی های ساعت ده قبل از ظهر روز سهشنبه 16 جوزا بود که یک تیم نظارتی مربوط به ریاست دعوت الارشاد وارد دفتر کاریانها ها شده و به محض روبرو شدن با کارمندان افرادی که به زعم مفتشین این ریاست نسبت به لوایح و هدایات ریاست دعوت ال بی توجهی و, و ریشهایشان را دستکاری کرده بودند، کارت هویتشان را جماری نموده و به گناه اختارامیزی گفتند تا زمانی که ریشهای آنها مطابق خواست و دستور این ریاست نباشد، کارت هایشان دادن نخواهد شد. این منبع همچنین میافزاید مفتشین این ریاست علاوه بر ضبط کارت هویت این کارمندان در مورد کسر معاش به عنوان مجازات نقدی نیز با آنها هشدار دادند. به نظر میرسد که این بازرسی ها تنها منحصر به یک یا دو اداره نخواهد بود و روند نظارت از ظاهر و لباس و ریش کارمندان و همچنین حضور آنها در نمازها به صورت جماعت در سایر ادارات تحت کنترل طالبان وجود خواهد داشت. از سوی هم حدود ده روز پیش اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان با جمع کردن صدها تن از باشندگان ولسوالی جاغری در بازار انگوری دستورات تازه ای را در مورد چگونگی لباس و پوشش زنان و مردان در این السوالی با آنها اعلام کردند اعضای طالبان در آنجا هشدار دادند هر خانمی که از لباسهای مخالف دستورات این گروه استفاده کند نه تنها فرد متخلف بلکه پدر یا برادر وی نیز از سوی به گفته آنها مجاهدین این گروه مجازات خواهند شد مخاطبان عزیز از این که تا پایان این گزارش همراه ما بودید سپاس گذاریم